خب این قسمت براتون یه داستان داریم و از اون کتاب های سخنگو هستش من براتون پلی میکنم اون میگه و بعدش با هم دیگه بررسیش میکنیم زمان یان یه زمانهایی یه زمانهایی زمان همون زمان لارک گرفته این برای در واقع چو یا همون ها جمع میبندش بیر که یک بود ماسماوی یعنی آبی آبی شاید نمیدونم فارسی رو میتونیم چی معنی کنیم ولی شاید قطعا این مدل از ترکیب ها رو حالا ماسماوی شاید دقیقا فارسی شون ندارم شاید مدل فارسی داشته باشه ولی یعنی آبی آبی فرض کنیم و دنیز لرین بیرینده دنیز که یعنی دریا و حالا اون دنیزلر بوده یعنی دریاها بعد میخواد بگه یکی از اون دریاها میاد به اون دنیزلر یه این میده که اون حالا مالکیت در واقع میشه یا no. الان فعلا بحثش رو باز نمیکنم میتونیم بگیم یه جور مالک یکی از دریاها و بیرینده در یکیش بیر که یک بود بیری یکیه یه نمیانجی میگیریم به خاطر اینکه میخوام بهش در رو در واقع بدیم بیرینده بخواد در یکی از اون دریاها بشه یه د باید بعد اون بیری بیاد حالا سیستم خاص خودش رو داره این کلا این مبحث آموزشیه یان یانا یوزن ینگت ل یان یانا یعنی کنار به کنار کلا یان که یعنی کنار یان هم داریم به معنی بسوز هست تا اونو کار نداریم اون در واقع فعلیشه ولی اسمیش یان یعنی کنار و یان یانا یعنی کنار به کنار مثلا حالا ما توی فارسی بر فرض داریم سر به سر نمیدونم دست تو دست کنار به کنار دیوار به دیوار تو دو دور که همین شکلی داریم مثلا ال اله همون دست تو دست دست به دسته در واقع یان یانا کنار به کناره و باش باشا هستید داری مختلف داریم میشه اون در واقع حالا چیزی که داره شنا میکنه یوزن اونی که داره شنا میکنه کنار به کنار ینگچ ینگچ ندمک ینگچ یعنی چی ینگچ یعنی خرچنگ یه چیزی هست که داره کنار به کنار خرچنگ شنا میکنه حالا یه ینگچ لم آورده با هم آورده پس اینجوری معنی میکنیم چیزی که داره کنار به کنار با خرچنگ شنا میکنه حالا اون چیز چیه سویملی یعنی شاید دوست داشتنی میتونیم بگیم آره دیگه فارسیش دوست داشتنی یه ماهیه که زندگی میکرده به خاطر کلا سیستم زبان ترکی که حالا اون یوزن اون چیزی میشه که داره شنا میکنه یه خورده معنی این قسمت سخت شد یعنی خورده عقب بجلو شد فارسیش ولی الان برگردم از عقب از همون یانیا رو بخوام معنی کنم میگم چی میگم یه ماهی دوست داشتنی الان سویملی بیربالیکو دیدیم داریم الان یه ماهی دوست داشتنی کنار به کناره خرچنگ شنا می کرده و زندگی میکرده آه، یه ماهی که دوست داشتنی بوده و کنار به کنار خرچنگ زندگ... شنا می کرده بوده که زندگی میکرده خورده کلا سخت شد ولی همینجوری معنی میده یعنی یه ماهی دوست داشتنی که کنار به کنار خرچنگ زندگی میکرده و شنا می هم میکرده و همین دیگه با خرچنگ کل بود. بو ایکی دنیز سایوانی بیربیرلرینی اولسینه سورلرمیش کی هیچ بیربیرلرینده نایرولماک استمزلرمیش. بو ایکی یعنی این دو دنیز هایوان یعنی حیوان دریایی حیوان دریایی هم دیگر رو این دوتا حیون دریایی بیر بیر لرینی یعنی چی یعنی همدیگر رو این یکی از در واقع چیزهای خیلی یه مقدار شد گونج باشه همچنان برای خود من شد یک سری از جه یه مقدار سخت باشه اینکه حالا چجوری این رو بگیم همدیگر رو عرنجه معنی میده یه جوری دوست داشتن که اویل سینه یعنی یه جوری یعنی اون به قدری تو فارسی میتونیم معنی کنیم دوست میدارن که حالا این سورلر کرده سومک یعنی دوست داشتن رو اومده کرده سورلر یعنی زمان گنیش یا همون حال ساده تبدیل کرده اونقدر اونجوری همدیگه رو دوست داشتن کیم هم حالا اون شاید بیشه خودم بگیم میش چیه یعنی انگار اینجوری دوست دارن که مثلا داریم انگار تعریف در واقع شما داریم میکنیم دیگه معمولا توی داستان یا توی تعریف ها میش موش و اینا آخرش میذارن میبینید. برای اره خیلی این که این میشا چیه همیشه هم گفتم که این سوال براتون نباشه خیلی چیز پیچیده ای نیست مثلا به شما یه خبری یه رسیده یا انگار که مثلا اینجوریه یه همچین چیز رو اینا رو میش میذارن مثلا اینقدر این هم انگار که مثلا اینجوری داریم یه تعریف میکنیم چیزی که خودمونم برامون انگار گفتن مثلا اینجوری به نظرمون رسیده کی کی جمون که هیچ اصلا اینجا معنی میده اینجا اصلا من یعنی اصلا و ابدا و از هم دیگه بیر بیر لریندن بیر بیر لریندن. یعنی چی؟ یعنی از همدیگه از یک دیگر فارسی بتونیم بگیم آیرلماک یعنی چی؟ یعنی جدا شدن ایستم لرمیش یعنی دوباره ببینید اینجا میش رو آورده میگه اینا انقدر همدیگه رو دوست داشتن که از همدیگه جدا شدن نمیخواستن استمز یعنی نمیخوان لر حالا آنها استمز لر یعنی اونا نمیخوان اینم حال ساده و آره دیگه حالا آره ساده منفی شده در واقع میش ورده با چسبونده بهش که یعنی دوباره اینجوری به نظر میرسه که هم اصلا نمیخواست از هم جدا بشن یا همچین حالتی فرض کنید چیز دیگه ای ببینم نمیخواد بهتون بگم چیز خاص دیگه ای نداره که اگه حالا گنگ باشه شاید بگین بیر بیر مثلا چه این کلا یه سیستم خاصی داره کلا یه خورده شکافتنش الان به نظرم شاید زود باشه و آیرل ماکو که باید دیگه بدونید یعنی جدایی جدا شدن سوا شدن همین من چیز خاص دیگه نیست که بخوام بشکافمش خیلی سعی میکنم ریز بریز براتون بگم همه چی رو که هنی ایچتیکلری سو آیرل ya. İşte bu ایشته بو سوز سانکی اونلار ایچین سوئلرمیش این یه اسصلاحه. دیگه چنین دارید میبینید به معنی اینکه دوتا دوست با هم باشن که جدا نشدنی باشن یعنی خیلی با هم دیگه صمیمی و اوکی باشن براش این در واقع شاید بتونیم بگیم اصطلاح رو یا ضرب مثل حتی میتونیم بگیم شاید باشه نمیدونم به با قیافش میخوره چیز طولانی تر از در واقع دیم یا همون اصطلاح باشه ولی به هر حال برای دو تا دوست میگن که اینا خیلی با هم دیگه اوکی و حالا توی گوگل هم اگه شما سرچ کنید میبینید که در واقع نوشته که چوک یه دوست خیلی نزدیک دوست اولماک دوست بودن چند چیزی کانجا نوشته بود اینا بود در لر یا میگن ها اینجوری میگن ها مثلا این یایی که حالا برای همه سوال که یا, یا یعنی چی من خیلی میگم توی استوری اینو میذاریم میگن یا هیچ معنی به فارسی نمیده اینجوری یا مثلا تو فارسی اینجوری میگی در لر رو حالا چی حالا معنی کنیم دمیک یعنی گفتن در این شده برای سوم شخص مفرد گنیش زمان هستش دوباره زمان حال ساده و در لر میگن اینجوری میگن ها خب بعدش چه اتفاق میفته ایشته یعنی آها اینه ایناها بوسوز یعنی این صحبت انگار سانکی چه میشد معنیش انگار برای اونها گفته شده اونلاری چین برای اونها اونلار این آنها ای یعنی برای سویلنمیش سویلن گفته شده این میشه مجهول ما در واقع سویلمک میشه گفتن سویلمک میشه گفته شدن اینجا هدف این نیست که کی گفته هدف اینه که گفته شده یه حرفی انگار برای اینا این حرف گفته شده حالا توی فارسی خیلی از مجهول استفاده نمی کنیم. میگیم اینجوری میگن نمیگیم گفته شده این حرف ولی ترکیه استانبولی فوق العاده مبحث مهم و در واقع ضروریه که حتما برات باشید وگرنه اصلا 90 درصد از چیزهای معمولی رو حتی از دست میدید حتما برید اگه بلد نیستید یاد بگیرید فوق العاده راحته یعنی قاعدش که اصلا یه آب خوردنه ولی مهم اون درکشه که بفهمید درک کنید اونلار چین برای اونها سانکی رو ببینید کل جمله ورده به اون جمله بندی دقت کنید میگه ایشته اینها بوسوز این سخن این بیان قول هم جاهای دیگه معنی میده ولی اینجا به معنی سخن و بیان هستش این بیان این سخن انگار برای اونها گفته شده فوق العاده جمله بندی خیلی تمیز و شیک فعل بردیم آخر و سانکی وسط ها اومده اونلار ایچین بعد سانکی اومده یعنی انگار رو در واقع تقریبا اوایل جمله آوردیم میتونستیم ببریمش آخرتر Önceleri bir balıkla bir yengecin arkadaşlığını herkes yadırgamış. Bizim bildiğimiz her canlı kendi türünden biriyle arkadaşlık durar. Qabliya, <tıklıya> yani hala afada Qabli, ye mahi bayi, karçang ro, dostişun ro, hemen حالا این یادرگاماک رو میتونیم بیگانه حس کردن قریبگی کردن قریبه حس کردن اینجوری معنی کنیم میگه افراد قبلی دوستی آرکاداشلک میشه دوستی دیگه یه ماهی رو با یه خرچنگ رو دوستیشون رو همه هرکس همه با هم دیگه با هم دیگه که نه یعنی همه قریبه احساس میکردن یعنی برشون قریب بود دوستی یک ماهی یه ماهی با حالا میبینید که با رو بر کلمه اول میاریم کلمه دوم نمیاریم مثلا توی فارس همیشه همین شکلیه فکر کنم دیگه مثلا ارشیا با خرچنگ دوسته برفرض برای ارشیا با رو دادیم تو ترکیم همینه مثلا با ماهی یه خرچنگ دوستیشون همه براشون قریب بود بیزیم بیلدیمیز یعنی اونجوری که ما میدونیم این رو همین قالب رو حفظ کنید بدید بره اصلا دیگه روش فکر نکنید چیزی که ما میدونیم همین بیزی میلیم چیزی که ما میدونیم هر جان یعنی هر جاندار جان یعنی جون جانل یعنی جونی چیزی که جون داره چندی تیرندن یعنی از گونه خودش اینجا تیر رو من دارم آنی ترجمه میکنم ولی خب هرچی به ذهنم میرسه میکنم بهترین حالت رو براتون بگم خیلی طولانی از قبل ننشستم اینا ترجمه کنم واقعیت ولی تور یعنی گونه نوع کندی تویوندن از نوع خودش این دنی که گرفته که از چی تور یعنی گونه حالا اون باز زباره سیستم خاص خودش رو داره که نمیخوام دیگه اینجا بشکافم چون خیلی شاید حوصله سربر بشه براتون و اینکه میگه جوری که ما میدونیم بیزین بیلدیمیز جوری که ما میدونیم هر جاندار از نوع خودش بیریسیله با یکی یعنی با یکی از نوع خودش تو فارسی اینجوری میگیم با یکی از نوع خودش دوستی میسازه دوستی میسازه آرکاداشل کورماک یعنی دوستی ساختن کلا کورماک یعنی ساختن هر ساختنی هم اون ساختن نیست تو ترکیه استانبولی ساختن های مختلف و حتی یاپماک هم یه ساختن ماس خودش یعنی هر ساختنی اون ساختن نیست ولی کلا کورماک همون ساختنیه که به حال برای این دوستیه اینجا به کار اومده آرکاداش یعنی دوست آرکاداش یعنی دوستی و کورار این کورار حالا قضیهش چیه زمان گنیشه یا حال ساده است و برای او یعنی یه هر کسی با نوع گونه خودش با یکی از نوع گونه خودش میاد این دوستی رو میسازه بیر ینگچ ل بیر بالوک هیچ ارکداش اولور میموش دیه اچیقتان اچیقا کنوشانلر بیله اولموش اما یکی دوست هیچ بیر شیه آلدرمموش ی خرچنگ با یه در واقع ماهی اصلا اینجا دوباره هیچ رو اصلا معنی کلا هیچ رو سعی میکن اصلا معنی کنیم اصلا دوست میشه شده باشه اون چیز معنی کردم این بخشش رو میشه علور مویموش رو میگم میشه شده باشه اینجوری تا شده مثلا اینجوری یعنی به نظر رسیده که این شکلی باشه خیلی تفهیم فارسیش سخته ولی سعی کنید زبان رو به خود همون زبان یاد بگیرید درکش کنید اصلا مهم نیست که حالا اینو قبلا تو فارسی گفتید این مدلی یا شنیدید این مدلی من خیلی استوریار رو که میذارم حالا استوری تلفظ تنفذ میذارم اگه دقت کرده باشید اصلا یه چیز عجیب و غریب معنی میکنه وقتی. و دوستانم واقعا بدونن که ممکنه برای حتی ترجمه ما بیان پایه های زبان رو به هم بریزیم زبان خودمون رو و سعی کنیم که میتونیم به اون زبان رو نزدیک کنیم میخوام ذهن رو یعنی آماده کنم شاید ترجمه درست ترجمه زبان خودمون درست معنی بده ولی جایی من سعی میکنم که طرف رو چالش بکشیم مثل دقیقا همینجا حالا علور موی موش رو شما خودتون برید ببینید چجوری معنی کنید بهتره دقیقا بهت قانون اون حالا موش و میشونه رو یاد بگیرید بعد ببینید چجوری معنی میکنید من گفتم میش شده باشه این مدلی یعنی یک ماهی نه یعنی ببخشید یک خرچنگ ینگچ خرچنگ دیگه ینگچ ل با یک ماهی اصلا دوست میشه شده باشه دیه یعنی با گفتن این سوال این دیر هم باز خیلی مشکل بود میدونم اینو کلا میشکافیم دو تا معنی تو روزمره داره که همه رو میگن ولی اینجا معنی این یعنی بعد یه سوال اومده تو متن قبلی دیده باشید گفتن هم میشه این سوال میپرسیم بعد میگیم دیه حالا با این سوال آچیپتان آچیا یعنی چی یعنی خیلی واضح خیلی تابلو اینجوری کنوشانلار بیل علموش یعنی یه سری حالا کلا یه خورده من چون تیکه تیکه من این کارا باید یه خورده گنگ بشه معنیش نامفهوم بشه ولی میگه انقدر برای مردم این موضوع که این دوتا با هم دیگه دوستن عجیب بوده اون که حالا قبلش بررسی کردیم همه این سوال با این سوال یعنی دیه که اومده یعنی با این سوال که اصلا تا جایی که ما میدونیم هر جونور با هم نوع خودش در واقع باید دوست بشه براشون خیلی غریب بوده و اصلا میشه یه ماهی با یه دونه خرچنگ دوست باشه این سوال رو هم خیلی تابلو پر... در مورد این حالا سوال خیلی تابلو میپرسیدن و راجبش حرف میزدن کسایی این مدلی حتی زیاد شده بودن یا همچین افرادی حالا خیلی درمش پیچیده تر شد ولی بیل اولموش میخوام اینو بگم یعنی حتی کسایی بودن اینجوری میگیم تو فارس حتی کسایی بودن که این سوال رو میپرسیدن و اینجوری مثلا حالا میگفتن که آقا تابلو آچکتان آچیا تابلو این حرف رو میزدن میگفتن آقا مثلا میشه اصلا یه دونه ماهی با یه خرچنگ دوست باشه اینجوری اما دوتا دوست اما ایکی دوست دوست همون دوست آرکاداش هم میشه براتونش سوالی نباشه که چرا اینو نداشت اونو گذاشت هیچ بیرشهیه یعنی به هیچ چیزی آلدرمامش آلدرماماک یا حالا آلدرماک که مثبتش باشه یعنی اهمیت ندادن یه آهنگ از ابرگوندش هست میه که آلدرما دلییونلوم یعنی اهمیت نده یعنی برو بابه بده بره مهم نیست Hiçbir şeye yeme hiç çizi ahmiyet nemidadan aldırmamış. İnem doğru çok dastane miyim miş mi? Çünkü ben hiç zor nakl kol mi konum miş mi Ya engar ki injuriye mesle ki. Bir süre sonra da herkes buna alışmış. Hatta balığı yalnız görenler. Aa nerede arkadaşın yengeç diye sormaya bile başlamışlar. Çünkü bu güzel dostluğun bozulmasını artık onlar da istemiyorlarmış. Ye muddet bad. Süre konu yani muddet, zaman. دقیقاً معنی مدت فارسی رو میده فعلش هم همون سورمه که مثلا نکادر سورر چقدر طول میکشه نکادر سورر فلان اینا روزمره برای خیلی کاربرد داره و اینجا معنی زمانه یه زمان بعد یه مدت بعد هم دا معنی هم میده که با یه اسپیس با یه بشلوک با یه فاصله بیاد دا هرکس یعنی همه بونا یعنی به این آلشمش یعنی عادت کرده یعنی برای هر کس حواستون باشه انگار مفرده همه تو فارسی جمع برای ولی ترکی استانبولی مفردن کلا همیشه هر کس رو به صورت مفرد میاریم بعد یه مدتی بی سور بعد یه مدتی هم دا چقدر قشنگ دا میاد بعد کلمات و نمیچسبه اگه بچسبه که معنی در میده پس نمیچسبه معنی هم میده و هر کس یعنی همه به این بونا کلا زمایر اشاره بو شو او بخواد حروف اضافه مثل به و از و در و با اینا بگیره یه نمیانجی میاریم حالا با نه ها با رشته گفتم با, با نه ولی باقیشون یه نمیانجی میاریم یعنی میخوام بگیم به این میگیم بونا میخوام بگیم از این میگیم بوندان خب بگیم در این میگیم بوندا یه یعنی نه وسطش میاد بو که یعنی این جو زمایر اشاره است میدونید دیگه بو و شو او که بو هم نزدیکتری نشون بود بونا میشه به این آلشمش آلش مات یعنی عادت کردن آلشماک یعنی عادت کردن و دوباره اون میشه که گذاشته این یعنی عادت کرده یعنی هر کسی به این عادت کرده به این موضوع حالا اینجا به اینه خالی آورده حتی شاید قشنگ ان فارسی حتی رو داریم حتی کسایی که ماهی رو تنها میبینن اون بالک چرا اونجوری تغییر پیدا کرده چون آخرین حرفش که بوده میخواد را بگیره اون که رو بگی مشاگه تبدیل میکنیم تمام اینا رو بارها و بارها گفتم یالنز یعنی تنها و گرنلر اونایی که میبینن گرمک یعنی دیدن گرنلر اونایی که میبینن اینجوری کلن معنی میکنیم گیدنلر، اونایی که میرن یا اونایی که رفتن باکانلار اونایی که نگاه میکنن اونایی که نگاه کردن تو زمانش هیچ فرقی نمیکنه فقط اونایی که اون کار رو انجام میدن این فقط یه زمان داره ترک استانبولی کل زمانها رو به همین پوشش میدیم و پس اونایی که حتی اونایی که ماهی را اینجا نکتهش به فقط همین راه یا یعنی تنها میبینن یا میدیدن آ یعنی همون آ آرکاداشت خرچنگ کجاست دوستت خرچنگ کجاست نرده یا نرده ایکیسی دولور ایکیسی دورو جفتش هم میشه جفتش درسته آرکاداشن یعنی چی دوست تو این حواستون باشه میخوام بگم دوست تو باید چه پسفندی بگیره آرکاداشن یعنی دوست تو کجاست نرده یا نرده یعنی کجاست دیگه ینگج یعنی خرچنگ دوستت خرچنگ کجاست دیه سرمایا بیل باشلامش یعنی با این سوال دیه دوباره حالا رفت بر قبلیه دیه این سوال پرسیدن سرمایا یعنی به سوال کردن بیله حتی شروع کردن باشلامش یعنی شروع کردن حتی این سوال رو هم پرسیدن کسایی که این ماهی رو تنها میبینن یا میدیدن حتی شروع کردن به پرسیدن این سوال مای جون دوستت کجا حالا مای جون نگفتن گفتن دوستت کو خرچنگ سرماک میشه سوال کردن سرمایا به سوال کردن باشلاماک شروع کردن به سوال کردن بیله همون وسط اومده حالا میتونست جای دیگه بیاد من خیلی اصراری ندارم روی جایگاه این یعنی چیز کاملا سلیقه‌ای میتونیم بگیم ولی عرف جامعه حالا برای این مدل جمله میطلبه که اون بیله حساسیت اون پرسیدنه رو چون میخواد زیاد کنه بعد سرماک اومده بعد سرما اومده بیله یعنی حتی با شروع کردن به پرسیدن در واقع اینکه اون دوست داره کجا و اینا چون که این دوستی زیبا رو دوباره دوست لوک یعنی دوستی آرکاداش لک بود این دوست لوچه یعنی دوستی فرقی نمیکنه چون که این دوستی زیبا رو ببینید این صفت قبل موصوف اومده برعکس فارسی که میگیم دوستی زیبا ترکی باید بگیم زیبا دوستی گزل نکن قبلش اومده این دوستی زیبا رو کسی خراب شدنش رو یا کسی نه آه اونا هم اونلاردا دا آخرش اومده چون باید برعکس من از آخر به اول تو فارسی معنی میخوره برای خودم شاید باید اول تا آخرش قشن بخونم یه دور اونا هم اونلار دا نمیخواستن این دوستی زیبا دیگه خراب بشه ماسی یعنی خراب شدنش بوزولماسن یعنی خراب شدنش را آرتیک دیگه اونلار دا اونا هم ایستمی لارمش. نمیخواستن استمیور نمیخواد استمیور لار نمیخواستن میشم که دوباره گذاشته بالکلای ینگیچ گن بایو چشیدل اوینلار اوینر بیر ماهی با خرچنگ در طول روز تو کل روز در طول روز جون بایو یعنی در طول روز چشیتلی اوینلار اوینر یعنی بازی های مختلف چه یعنی متنوع مختلف همین اویونلار بازی ها اوینار اویناماک یعنی چی یعنی بازی کردن اوینار حالا یعنی چی یعنی بازی در واقع میکنه دیگه و این هم چه زمانیه زمان حال ساده است بازی های مختلف بازی میکنه انگار یه نفره بیر بیر لرینی بیر بیر لرینی مثال لار, لار میش یعنی به همدیگه مثال یعنی داستان، حکایت ماجرا و همه حالا دارن مدلهای مختلف این مثال بیشتر کتاب بی که بر بچه ها میخونن و میگن ماسال. و کتابهایی برای همدیگه آن لاتر لار تعریف کردن فهموندن برای همدیگه یه سری مثال مثال که نه داستان در واقع سری کتاب حکایت تعریف میکردن برای هم اینقدر بود تا این داستان رو داشته باشیم اینو هم گدامش رو میخونیم بازم من عذر میخوام اگه یه وقت جاییش رو این ورون بر چون خودم داشتم همزمان با شما میخوندم این سیستم این که من از آخر باید بیام اول تو فارسی مقدار متفاوته با ترکی اگه خورده حالا بخونیم پیش بریم متوجه میشید که بعد من از آخر به اول توی ترکی ترجمه کنم و این یه مقدار کار رو سخت میکنه و اینو هم بگم یعنی اینا هم میدونید که یک سری اصلا جملات رو یک سری از سیستم کلا زبان رو نمیشه ترجمه کرد خیلی ترجمهش سخت میشه مخصوصا آنی من لحظه همون موقع فعل به ترجمه میکنم خیلی سخت میشه اگه جایی باز ایرادی مشتی بود حتما تو کامنت ها بنویسید من میخونم همه رو و امیدوارم که استفاده کرده باشید و حتما نظراتتون و پیشنهاداتتون رو بنویسید برامون بفرستید حالا چه دایرکت چه همین یوتیوب پایینش رو چه تو پی وی فرق نمیکنه هر جایی که در دسترستون هست همه رو میخونم کامل و اینو با هم یه ادامه میدیم سعی میکنم که تون تند تون بذارم و کار کنیم دیگه بازم ممنون و خدا نگهدار شکالن